درود به شما براندازهای عزیز. یه خبر خیلی خوب برای ارزشی‌های طرفدار حکومت دارم. همه اون موشک‌هایی که سال‌هاست دارن باهاشون پوز میدن و شما رو باهاشون خر کردن، فیک از آب در اومده. همه اون موشک‌هایی که به قیمت فقیر شدن من و شما ساختن تا دنیا رو باهاش فریب بدن، همه‌شون خراب از آب در اومده. سپاه توی سیستان و بلوچستان مانور نظامی برگزار کرده و ضربات سنگینی از دشمن فرضی خورده که الان همشو برای ارزشی‌های فریب خورده پخش می‌کنه. دوتا از موشک‌های 300 هزار دلاری سپاه بعد از اینکه کلی دور خودشون چرخیدن، یه دفعه هوس باجناق بازی به سرشون زد و به هم برخورد کردن. دوتا انفجار عظیم چند ثانیه پیش البته آسمان چابهار. این هم رد هواپیماست یا موشک، هرچی بود منهدم شد. چیزی که مردم چابهار امروز دیدن اقتدار و قدرت نظامی سپاه نبود، بلکه آهن پاره هایی بود که روی سرشون فرود می اومد. کپچه اومد پایین. ای خداش دار میاد پایین. برو کنار. آقا برو کنار. مانور اشتباهی سپاه پاسداران ایران. یکی از موشکاشون هم که مستقیم روی پتروشیمی چابهار فرود اومد و ثابت کرد که موشکایی که حماس به اسرائیل شلیک میکرد و توی خود غزه فرود میومد، همه رو از سپاه گرفته بود. ماشینا آتش نشانی برای خاموش کردن موشک ناموفق سپاه پاسداران داخل پتروشیمی چابهار. اینا همون موشکاییه که سپاه اسمشونو گذاشته نقطه زن و چه میدونم هایپرسونیک و از این چیزا. لازمه به همه، مخصوصا ارزشیایی که وقتی از موشک‌ها رونمایی میشد آب از لب و لوچه‌شون را میافتاد، بگم نصف بلاهایی که توی زندگی سرتون اومده به خاطر تحریم‌های موشکیه. جالب اینجاست که یکی از فرمانده‌های سپاه گفته مشکلات به وجود اومده در موشک‌های شلیک شده به خاطر سردی هوا بوده. ظاهرا یادشون رفته توی موشک‌ها ضد یخ بندازن. حالا خوبه این رزمایش توی سیستان و بلوچستان بوده، اگه توی نقطه سردسیر بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ البته حالا که موشک‌های سپاه قلابی از آب در اومده، هنوزم چیزایی هست که ارزشی‌ها بتونن بهش افتخار کنن و باهاش پوز بدن. مثلا جمهوری اسلامی به خاطر کتلت شدن سلیمانی به آمریکا اخطار داده و اگر سلامیرم کتلت کنه اخطار دوم رو بهش میدن و اخراج میشه. ببینید بس نامندگاری نیست، ما اخطار دادیم به دولت آمریکا بابت کوتاهی‌های دولت آمریکا نسبت به اتفاقی که راجع به شهید سلیمانی افتاده و ترور شهید سلیمانی و همچنین نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی که توسط دولت آمریکا صورت گرفته. ما بهشون اخطار دادیم و این اخطار ما باید پاسخ داده بشه. اگر آمریکا تا پایان فروردین 1403 پاسخ ندن، ما دعوای خودمون رو در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ثبت خواهیم کرد و پرونده شهید سلیمانی محملی خواهد بود برای شکایت ما از دولت آمریکا. این جدایی از موضوع رسیدگی به جنایتی است که راجع به شهید سلیمانی اتفاق افتاده، چون بالاخره یه تعدادی از افراد آمر یا مباشر و معاون جنایت نسبت به شهید سلیمانی هستند و عامل ترور شهید سلیمانی هستند یا مباشر هستند، لذا اینها هم پروندهشون تشکیل شده در داخل کشور و اینا طبق قانون دارن محاکمه میشن، اون در داخل کشور است. اما ما دعوایی که معاملات حقوقی و مرکز امور حقوق بین المللی علیه آمریکا داره راجع به دولت آمریکاست. شکایت ما علیه دولت آمریکاست، اینجا علیه دولت مردان قبلی آمریکا و جانیانی که اومدن دست به این ترور زدن. اما بازم در آستانه انتخابات وعده‌های رنگارنگ جمهوری اسلامی شروع شده. همین چند وقت قبل بود که آخوند شهاب الدین طباطبایی مدیر حوزه خوزستان به خاطر تعریف و تمجید از معین اخراج شده بود. حالا وزیر ارشاد که بین وزرای رئیسی به گلابی معروف شده برای معین کارت دعوت فرستاده.
مثلا معین، خب اگر بخوام برگردن ایران، خب اجازه فعالیت دارم، برنامه، حالا اجازه فعالیت کار بعدیه، حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه. هر کاری در مورد هر فردی در ایران انجام میشه، قانون دیگه، قانون حاکمه. زاکانی شهردار سوپرپوششی تهران یکی از مسئولین جمهوری اسلامیه که هرگز تحمل انتقاد نداره. امروز هم به طرز عجیبی با یکی از خبرنگاران زن صدا و سیما فقط به خاطر یه سوال خیلی کوچیک درگیری لفظی نسبتا شدیدی به وجود آورده. قیمتش هم مشخص شده؟ 70 نقل و حمل. زاکانی ببخشید، ما صدای شما رو نداشتیم. تا پایان آبان ما قرار بود برای تمام اصلاحات به صورت برخط انجام بشه. در شرایط این کار انجام میشه. عرض کردم خدمتتون دیگه. من عرض کردم که ما شروع کردیم، اما اینکه تو چه وضعیتی هست الان خبر ندارم. خب نمیگی این چند درصد انجام شده؟ تا آخر خبر ندارم. خیلی مهمه. از اینم مهمتر موضوع هست که من باشم راجع به صحبت کنم. درسته، راجع به چیزهای خوب شهر صحبت کنید. شما راجع به چیزهای خوب شهر صحبت کنید. من متاسفم. نه، هیچ وقت نپرسیدید. سر و سیما هیچ وقت به مسئولیتش راجع به شهر تهران عمل نکرده. صریح من شما میگم. هیچ وقت صدا و سیما به مسئولیتش راجع به شهر تهران عمل نکرده. یک نگاه غلطی حاکمه. منم تو الان سکوت کردم. درستی سی نحوه برخورد با تهران. مردم تهران مظلومن و مظلومیت پایتختیشون رو دارن میدن، اما این درست نیست صدا و سیما این نحوه برخورد. نه اصلا مظلوم نیست. کاری به مسئولین فاسد جمهوری اسلامی ندارم. میخوام یک کلیپ برای قشر خاکستری و اون ارزشیایی که واقعا فریب خوردن و شستشوی مغزی شدن پخش کنم تا شاید یک بار برای همیشه دست از تکرار اشتباهاتشون بردارم. تمام کسایی که 3 ماهه دارن خودشون رو به خاطر مردم غزه جیر میدن، تمام کسایی که به خاطر حادثه کرمان یقه هر کیو که دوست داشتن گرفتن به جز باعث و بانی اون اتفاق و هر وصله‌ای رو به هر کسی که دوست داشتن چسبوندن، از دیروز تا حالا به خاطر سالگرد هواپیمای اوکراینی که 176 تا انسان بیگناه تا بچه 5-6 ساله توش زنده زنده سوختن به دست جمهوری اسلامی، یه استوری و یه دونه پست نذاشتن. اینا همونایین که ادعای انسانیت و شرفشون گوش فلک و کر کرده و فلان خر و پاره کرده. اینا همونایین که رو خون بچه‌های کشته شده کف خیابون زدن و رقصیدن و فرداش بلند شدن رفتن شیرینی شربت پخش کردن. اینا همونایین که به بچه‌های آسیب دیده چشمی گفتن دروغگو. اینا همونایین که به مادر کیان پیرفلک گفتن مادره داشته میرفته اسلحه بده دست تروریستا بچه‌شو کرده سپر بلا. اینا همونایین که بعد از اعدام شدن مجید رضا رهنورد و محمد مهدی کرمی و محمد حسینی گفتن به درک که کشته شدن. پس چیزی که عوض داره گله نداره. ما که گفتیم باد بکاری طوفان درو میکنی و تمام.